شورای عشایر ملی عراق شاخه دیالی. در حالی که کشور عراق از دخالت‌های ایران رنج می‌برد، مالکی می‌خواهد با راه‌اندازی زنجیره‌ای از قتل و کشتار و انفجارهای روزانه در داخل عراق از رژیم ایران این مجوز را بگیرد. در حالی که کشور عراق از دخالت‌های ایران رنج می‌برد و با وضعیت فروپاشیده امنیتی مواجه هستیم و روزانه قتل و کشتار از طرف شبه نظامیان مورد حمایت ایران صورت می‌گیرد، با سفر مالکی به ایران مواجه هستیم. این سفر فقط و فقط به منظور گرفتن تاییدیه برای دور سوم نخست وزیری مالکی بعد از شکست سفرش به آمریکاست. در همین زمان موج مخالفت مردم عراق و نیروهای سیاسی با نخست وزیری مالکی بالا گرفته است و مالکی مجبور است با راه اندازی زنجیره‌ای از قتل و کشتار و انفجارات روزانه در داخل عراق از رژیم ایران این مجوز را بگیرد. مردم عراق به خوبی می‌دانند که حکومت مالکی به دلیل تابعیت از رژیم ولایت فقیه در ایران بارها به اپوزیسیون این رژیم در عراق یعنی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران فشار آورد و در چند مورد به کشتار آنها دست زد و آخرین آن جنایت اول سپتامبر بود که طی آن 52 مجاهد خلق کشته و 7 نفر به گروگان گرفته شدند. این گروگان ها هنوز در دست دولت مالکی است و احتمال استرداد آنها در پی این سفر وجود دارد. ما ضمن محکوم کردن این سفر خواهان ملغا شدن دوره سوم نخست وزیری مالکی هستیم، چرا که طی این 8 سال کشور ما سیاه‌ترین روزهای خود را گذراند و مردم ما جز اعدام و شکنجه و خانه‌گردی و قتل و غارت و آدمربایی چیزی ندیدند. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 16 آذر 92. تشکر محوه سرشبکه مافیای ملایان در خراسان از مالکی به خاطر تیر خلاص و اعدامهای جمعی در اشرف. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم آخوندها، شب گذشته آخوند طبسی سرشبکه مافیای ملایان در استان خراسان از مالکی نخست وزیر عراق به خاطر قتل عام مجاهدین در اشرف به نحوی غلیظ و محوه تشکر کرد. آخوند طبسی که 35 سال است در استان خراسان حکم روایی می کند و در مسند تولیت آستان قدس رضوی با در اختیار داشتن یکی از ثروتمندترین نهادهای حکومتی در ایران از دزدان بزرگ قرن 20 و 21 محسوب می شود، همزمان نماینده ولی فقیه در خراسان، عضو مجلس خبرگان ارتجا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منفور ولایت فقیه است. سردشکیم ملایان در خراسان ضمن خوشامدگویی و ابراز خرسندی از ملاقات با مالکی در رابطه با کشتار و اعدامهای دست جمعی و گروگانگیری در اشرف گفت: لازم می دانم از نوع برخورد جناب عالی با جریان نفاق و منافقین هم قدردانی کنم. منافقین در خدمت امپریالیسم بوده و هستند و مشخص شد شعارهای ضد امپریالیستی که روزی ادعای آن را داشتند واقعیت نداشته است. مالکی با چاکری و برای هرچه گرانتر کردن نرخ خود در برابر اربابانش در تهران و در قم و مشهد پاسخ داد: کشورهای غربی در موضوع اخراج منافقان از عراق موضع متناقض داشتند و برخلاف ادعای دموکراسی در این مورد به حمایت از سازمان تروریستی باختند. مالکی به بهانه بازسازی اماکن متبرکه برای برخورداری هرچه بیشتر از کمک‌های آخوندهای چپاولگر برای دوم نخست وزیری اشرف سود
با وجود فشارهای استکبار جهانی باید از فرصت همافزایی ایران و عراق برای بازسازی اماکن مدرکه عتبات عالیات استفاده شود.